یاران اشرف، مدافعان صدیق آزادی و دموکراسی ایران، به همه شما سلام می کنم و به اجتماع پرشور شما درود می فرستم. از همه شخصیت ها و نمایندگان آمریکا که در گرد همایی شما حضور یافته یا با اون اعلان همبستگی کردند قدردانی می کنم. اجتماع شما در حالی برگزار می شود که افشای طرح عملیات تروریستی آخوندها در واشنگتن سیاستی را رسوا کرده است که با لیست گذاری مجاهدین عملاً در سرکوب مردم ایران شریک شد. به همین دلیل اجتماع شما در این لحظه صدای مردم ایران است که از وزارت خارجه آمریکا بازخواست می کند. بازخواست می کند که چرا با یک نامگذاری نامشروع مبارزه علیه بانکدار تروریسم را منحرف کردید؟ چرا با طولانی کردن غیرقانونی آن آخوندها را جریتر کردید؟ چرا قانون شکنی می کنید و چرا عدالت را سر می برید؟ درباره وزارت خارجه آمریکا خوب است جملات ابراهام لینکلن را یادآوری کنید که گفت: شما می توانید برخی از مردم را همیشه و همه مردم را برخی از اوقات فریب دهید، اما شما نمی توانید همه مردم را همیشه فریب دهید. 14 سال پیش نامگذاری مجاهدین بر پایه دروغ و فریب صورت گرفت و تا امروز بر پایه دروغ و فریب ادامه پیدا کرده است. در تمام این مدت آخوندها با تمام قوا در حال تروریسم و کشتار بوده هستند، اما همزمان مقاومت ایران را به تروریسم و انواع جعلیات متهم کردند. نگاه کنید به اسناد ویکی‌لیکس، ملاقات ماموران وزارت اطلاعات با مقام‌های سفارت آمریکا در لندن که موضوع آن انتقال افتراءات دروغ و پرننگ و عار علیه مقاومت ایران از وزارت اطلاعات به سفارت آمریکا است. نگاه کنید به اسناد خود وزارت خارجه که در ژوئن گذشته تحویل مجاهدین شد. برخی از آنها بی کم و کاست دروغ‌هایی است که در یک هتل تحت کنترل وزارت اطلاعات در بغداد تولید شده و توسط مأموران معلوم الحال دست به دست به وزارت خارجه رسیده است. اگر ملاک عدالت قانون است، به گواهی احکام 20 دادگاه در اروپا و آمریکا، جای مجاهدین در این لیست نیست. اما اگر منظور راضی کردن آخوندهاست، بدانید که تا تک تک اعضا و هواداران این مقاومت در برابر وزارت خارجه آمریکا به صلیب کشیده نشوند، ملاها راضی نخواهند شد. زیرا تا یک عضو و تا یک هوادار این مقاومت در این جهان باقی است، آخوندها موجودیت رژیمشان را در خطر می‌بینند.